ادب و مهربان، سلام تقدیم میکنم خدمت بیننده های عزیز. امیدوارم هر کجایی که هستین خوب و صحتمند و سر حال بوده باشید و بیننده برنامه تلاش. ما تلاش میکنیم که با این برنامه لبخند را بر لبان شما عزیزان بیاییم و شمایی که لحظه شماری میکنین هر چه زودتر چهارشنبه شب فرا برسه واقعا از این برنامه تلاش لذت کامل را ببرین. طبق معمول باز هم ما دو تیم داریم که در دو مرحله با هم رقابت میکنن. مرحله اول ما 4 گیم هست و مرحله دوم ما که گیم آخر، گیم نقطه آخر. مطمئن هستم با تمامی گیم ها شما آشنا هستین، با این که ما یک کم تغییرات هم در برنامه تلاش آوردیم و یک گیمش را کاملا تعویض کردیم. خب دوستان عزیز، خیلی پرحرفی نمیکنم، اگر شما هم آماده هستین یک تشویق خیلی خوب بگیرین تو یکی از تیم‌ها را معرفی کنم. تشویق نما خدا همه با انرژی هستن. به افتخار تیم صافی، تیم صافی تشریف دارن، حرکت رو برشی هم داره این تیم، گرچه ورزشکارای حرفه‌ای نیستن ولی هر کدام از گاه فوتسال بازی میکنن. خوش آمدید، خوش آمدید تیم صافی که سرتیمش زکی جان است. بفرمایید مقدسات شوید. حالا دیگر نوبت از این هست که تیم حریفشان رو بشناسیم که تیم حریف از اینا کیست. به افتخار تیم قدرت، بفرمایید یکی رو کدام حرکت انجام بدم مشخص نیست ولی به هر حال خوش آمدید، خوش آمدید تیم سرزه، خوش آمدید، سلام، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. دوستان عزیز، یک رزی من فکر کردم که پردیوسر لنگولاش رو دعوت کرده این برنامه، اینا که هیچ چیز نمیدانستن، ولی حتما دلیلش پرسار میکنیم که چرا با این حرکت وارد استیج شدن. اول شروع میکنیم از سرتیم تیم قدرت. اول خوش آمدید میگم شما را، اگه سلامی هست کمره در اختیارتون، بعد میتونید که تیم تا معرفی کنی. فروتان جان عزیز، سلام تقدیم خودت، حاضرین در تالار و بیننده های عزیز. طیب نبیزاده هستم، سرتیم خانواده قدرت. بسیار خوب، میتونی که معرفی کنی هم تیم خودت. سیف آقا جان، وایس جان، شمس جان، ملا جان. بسیار خوب، چطور با این حرکت عجیب غریب وارد استیج شدین؟ والا این گفتم اگر ما ببازیم ببازیم تیم مقابل بگویم یک 4 تا لنگ لاشه بوده. والا من این شک کردم بیشت یا لنگ جور در آدم ها بودن. خب میاییم به سر تیم صافی. تیم صافی صاحب که فکر کنم ذکریا جان سر تیمشان، زاکر جان. زاکر جان میتونی که خود معرفی هم کنی و همشون هم زای تیم تا. سلام، عرض ادب دارم خدمت خودتان فروتن جان عزیز، تیم مقابل، دوستانی که در تالار هستن و همچنان عزیزانی که از پرده تلویزیون ما را میبینه. زاکر صافی هستم، فارغ التحصیل از پنجه حقوق و علوم سیاسی. هم تیمی های ما شعیب جان صافی مسل، وای جان صافی فارغ التحصیل، ثابت جان هم متعلم و میوان جان صافی هم مسل میباشه. بسیار خوب، تیمتون دیگه فکر کنم فوتسالیست هستن، فوتسال بازی میکنن ولی حرفه ای نه، آماتور. بعض وقتا که دقیق برین فوتسال میکنن، درست است؟ چطور در کام پوست بازی میکنی؟ من خودم فالورد هستم. در برنامه تلاش آماده خود گرفتی که باید آماده 100% باشی؟ 100%. به نظرت میتونی که تیم حریف تا شکست بتی کشن؟ اما خدا خوب بسن دارن؟ تلاش تو نمیکنی، درست است. و خودت نام چی گفتی؟ نام طیب. همین حافظی من خیلی خراب است. طیب جان، خودت چی آماده ای گرفتی به برنامه تلاش؟ کدام گیم به نظرت خیلی سخت است؟ والا امی گیم امی چسبا بسیار سخت است. دیگه آمادگی تلاش است، آدم باید تلاش کنه. یک کم شانس هم باید داشته باشه. شانس هم داشته باشه، تلاش هم کنه. تشکر. ببینیم که سرانجام در یک ساعت چی اتفاق رو خواهد داد. دوستای عزیز، اگر شما هم مایل هستید تو در برنامه تلاش شرکت کنین، بچه‌ها 56 به تماشا شوید، گیرید 6-2-9 فشار بتین، با شما خوبان را ما دعوت می‌کنیم. سوال آخر را می داشته باشیم با طیب جان، بعد میریم به سوی آغاز بازی اول. خب طیب عزیز، گفتی که سخت‌ترین بازی بر بازی چسب است. کدام نفر انتخاب کردی به بازی؟ اینمی جناب. آمادگی گرفته؟ آمادگی گرفته. به نظرت میگی میتونه؟ والا ما خسرش اعتماد داریم. خب آماده هستین دیگه؟ آماده است. خب به هر حال میریم به سه تصویر مشاهده میکنیم اینکه چطور میتونیم در برنامه یه تلاش شرکت کنیم. دوباره برمیگردیم با بازی اول. برای اشتراک در برنامه تلاش شما می توانید از طریق 456 ثبت نام کنید. همین حالا با 456 به تماس شوید، کلید 6-2 نورا فشار دهید و برای اشتراک در این برنامه نام خود و 4 نفر اعضای تیم خود را ثبت کنید. انصارهای قدرتمند قله های پیشرفت را طی کردند. با اتک انرژی قله های پیشرفت را طی کنید. انرژی اتک مشت پرقدرت. حالا وقتش رسید تا گلوی خود تازه کنم، چرا که دمی آغاز یکم ذره داشتم شده بودم دور از دلتان و به شما حتما در ختم میتن. خب خب دوستان عزیز، مرحله اول هست و بازی اول، بازی نشان که از تیم صافی یک نماینده شما در شعیب جان قرار است که 10 چرخ اول را بخوره، بعد از او
پنج دانه تیر داری که باید نشان بگیری، پنج تا پخانه را بکفانی. هر پخانه ما دو امتیاز داره، درست است؟ پنج دانه تیری که خود که استفاده کردی، پس میده چوکی میشینی، ده چرخ بعدی را میخوری که نفر بر شما چرخ میده، طیب جان نسیم قدرت. باز پنج تا تیر آخر خود استفاده میکنی. ان شاء الله خود سرگنسی نداری؟ نه. مرگی هم نداری؟ نه. شوخی میکنم. خب دوستان عزیز شروع میکنیم بازی را، درست آماده هستی؟ بله. طرف نمایه میریم و رسمن بازی را آغاز میکنیم. دوستان عزیز تشویق را شما فراموش نکنید تا ثانیه های بعد بازی شروع میشه. شروع حالا دیگه رسمن شروع شد. اول دوم سه آها چهار خیلی سخت است رو کنترل کنه. شش هفت هشت نو و این هم شد ده. حالا دیگه ببینیم که میتونه تمرکز خود حفظ کنه یا نه. بیخی گنگس است، نفهم کنم طرف بره. حالا ببینیم که تیری اولش میخوره به هدف یا نه. تیر اول هست و شعیب جان از تیر صافی و نخورد، تیر به هدف نخورد. دوم شانس داره، دومش ببینید که میخوره، نخرید در چارچوب نیست. کم تمرکز رو بگی، یکم زرا فکر کو، این حال بزن، نشانه گرفتی، برا شانس داری، دوستا تشویقش کنه. سوم نخورد به هدف، چهارم شانس داره، فقط دو تیر دیگه و ده چرخ. اوه اوه اوه، خیلی نزدیک بود، بسیار نزدیک و این بارم بد شانس بود. ده چرخ بعدی را طیب جان باید برای شعیب جان بتی. آماده دوستا تشویق کنین که ایوال گنگ شده. به نظر میاد که شاید کاملا گنگ است. بره بخیر شروع. اول دو سه چهار پنج شش هفت هشت دو و این هم شد ده. بس 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 بس. یا بازم شعیب جان خیلی گنگ به نظر میاد، ولی جای خود را پیدا کرده. پنج تیر آخر هست و آخرین چانس. ولی نتونسته که امتیاز بگیره شاید. دقت خود را بیشتر کو. برو دیگه تیر اوله. تیر اول و بازم هیچ در چارچوب زده نشد. تیر دوم خیلی نزدیک بود، چانس آخر از دقت زیاد کرد. حداقل امتیاز باید بگیری شعیب جان، تیم صافی امتیاز نوارد این بازی. برو بخیر. سه تیر آخر بازم به هدف نمیخوره. دوستا تشویق، دو چانس آخر را داری، بازم اصلا به فوقانه نزدیک نمیشه و آخرین شانس ببینید که شعیب بتونه دو امتیاز را بگیره. نخیر، متاسفانه که شعیب جان نتونست که دو امتیاز را حداقل از این بازی بگیره و با صفر امتیاز تمام کرد. ببینیم که عملکرد تیم قدرت در بازی که بعد از این انجام خواهد داد در همین نشان چی خواهد بود. بریم صحنه های جالب را با هم تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم با گیم تیم قدرت. عزیز صحنه های جالب را با هم تماشا کردیم که متاسفانه تیم صافی نتونست در بازی اول که نشان بود امتیاز را از آن خود کنه، ولی در سمت مقابل نوبت تیم قدرت هست از اینکه بتونه امتیاز را بگیره و در بازی اول حداقل با دو امتیاز برن به طرف بازی دوم. برنامه‌دگی از تیم قدرت آمده وایس جان و برنامه‌دگی از تیم صافی هم آمده ثابت جان که چرخ بده و گنگسش بسازه تا یکی نتونه از تیرای خود به درستی استفاده کنه. آمده هستین هر دوتان؟ شروع کنیم. بله. میریم به سمت نمایه و آغازگر بازی میشن. دوستا تشویقتون هستن، درک نواره تشویق شما با خود داشته باشین تا ثانیه های بعد شروع باشه. شروع رسمان شروع شد. چرخ اول دوم سوم چهار پنج شش هفت آستا برو 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 هشت آها دو و اینم ده. بس 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 چوک بیا بیا دیگه وایسان بیا وایس ایزیا وایس کجاستی دولا ایسو ایسو نفر کامنت تازه به خود عزیز ساده و نه این فهمید کنم طرف بره. تیر اول خود بسند با دست چپ چانس اول از وایس جان. ببینیم که میتوند امتیاز رو تیم خود بگیره. خب نشان اگره. بله چقدر عالی، چقدر عالی، خیلی زیبا وایس جان. اول دو امتیاز، سیر دوم چانس خیلی خوب دارد، نخواه نخورد به هدف. نامخدا چقدر خوب نشان میزنه وایس جان. سیر سوم هست و فاصله هم هفت متر نخورد، اصلا در چارچوب نبود. برو چهارم و فرصت داشت باسم آخرین چانس و ده چرخ بعدی. ببینه که میتونه وایس بدانه دو امتیاز دیگر هم بگیره. نخیر نتانست. برو فرما بعد از جای باس را گنگس بساز. امیدوارم که کدام آسی برش نرسه. ده چرخ بعدی شروع. یک دو سه چهار آسا آسا پنج نفته شش هفت هشت
نو آسا آسا نه نه آست 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 یکی دیگه یکی دیگه و آخری نه بس چکی دیگر پسر بسیار ایسو نه این دفعه دیگه طریقه را فامید خیلی خونسرد آمد ایزی کس که بفتم میره که تیر اول هم ایزانه تیر اول هست و چهار پکانه که باقی مانده و پنج تیر آخری برو دیگه تیر اول بله به هدف نخورد بله انوزا چهار چانس دیگه داره اما دو امتیاز نگرفته که اصلا در چارچوب نبود سفام وایس جان میدونه که دو امتیاز بعدی رو بیاره نخیر باستم کم شانس دو تیر آخر و فقط دو امتیاز تانسته که از آن خود کنن بله نیستیک بود اما نخورد آخرین فرصت و بازم وایس جان از تیم قدرت تانست که دو امتیاز از آن خود کند در سمت مقابل تیم صافای اصلا امتیاز نداره میریم از سوی بازی دوم ولی هنوز فرصت خیلی زیاد بانده برای هر دو تیم شانس دارن تا اینکه امتیازشان را بیشتر کنند وقفه خیلی کوتاه میگیریم دوباره برمیگردیم با بازی دوم دوستان عزیز باز هم شما خوبان را خوش آمدید میگم مرحله اول هست و بازی دوم بازی هدف ببینید که سرانجام در این بازی کدام تیم میتونه که امتیاز بیشتر را از آن خود کنه ولی قبل از او پارادایس نوشیدنی کاملا طبیعی همراه با تکه های از میوه نوشیدن پارادایس تازگی و شادابی برمغان میاره پارادایس زامن سلامتی شماست خب دوستان عزیز دو نماینده داریم که به یکشان شفا را تقدیم میکنیم ولی هر کدامشون که عمرشون خردتر بود به خردش میتیم چند سال هستی؟ 26 تو چند سال هستی؟ 20 دیگه بخیر خود گفتی بخاطر پارادایس ها؟ نه از هر کسی که کلان بود برای زو میتیم اینو از سر پرسان میکنم چند سال هستی؟ 29 20 تو چند سال هستی؟ 26 و بخورد بتیم سعی مشکل اگر میخوری که تو بیگه نه میره بولیم بگیر خیره یک شب گروه خود تازه کو برای پاس بته خیلی بینی و خود هم حتما میتین در پایان دوستان عزیز در بازی اول تیم قدرت داره دو امتیاز و تیم حریفش که صافه هست صفر امتیاز در این بازی کار شما چیست؟ اینجا براتون آیرون بار ماندیم که پنج دانه است من آیرون با میگم خب بسلای آمیانه هر آیرون بار باید داخل از اون حلقه بانین که دو امتیاز کامل از آن خود کنین درست است هر کدومتون که بیشترین آیرون بار به چسبانین بیشترین امتیاز میگیرین خصوصا تیم کی تیم صافه که هیچ امتیاز نداره و شما خود دو امتیاز هم دارین پس تلاش خود داشته باشین درست است دوستا تشویق بگیرین طرف نمایه میریم تا 3 2 1 آغاز میکنیم آماده باشین و تا که نگفتیم شروع نیست نمایه آغازگار بازی خواهد بود تا نگفتیم شروع نکنین تا نگفتیم شروع نیست آماده و حالا رسما شروع دوستا تشویق حالا ببینیم که کدامش میتونه که دو امتیاز اول را به حلقه بچسبانه کار عالی و حالا تانست دیگه باید بس باید جان موفق بود باید جان دو امتیاز اول را گرفت یک آیرون با کم میکنم و یک آیرون با هم تقدیم باید جان تلاش خود را بیشتر کو دو امتیاز اول را گرفت صافه طرف نمایم بریم و رسما آغاز میکنیم خب آماده هستین شروع حالا رسما شروع شد شمس میره که دو امتیاز بعدی را به تیم خود بگیره ولی باعث چقدر فیزیک بالا دارد چقدر زیبا کار میکنه شمس کاملا طرف خود کش کرد و دو امتیاز بعدی باز هم امتیاز را کم میکنیم تیم صافه خیلی خوب کار میکنه و در سمت مقابل من نمیفهم چی شده شمسه به نمایندگی تیم قدرت نام تیم قدرت از قدرت خودشان بده برشان آماده باشین طرف نمای باز هم میریم آمادگیتون را بگیرین تا که من نگفتیم شروع نمیکنین ولی آماده باشین طرف نمای میریم و آغازگر بازی میشیم باز هم آماده هستین هر دویتان وایز و شمس شانس دارین تا اینکه دو امتیاز بعدی را به نفع تیمتان بیارین ولی باید نمایه آغاز کنه آمادگیتون نداشته باشین حالا شروع رسما شروع شد باسم بازی باعث میره که دو امتیاز بعدی هم به تیم صافه بیاره شمس هم تلاش نهایی خود را میکنه تو اینکه حداقل دو امتیاز اول را به نفع تیمش بگیره شمس کار شالی هست ولی باعث فشار را زیادتر کرد تا فعلا همه چیز مساویانه جریان داره و میبینیم که سرانجام دو امتیاز بعدی از آن کدامش خواهد شد مساوی هست در مرکز حرکت صورت بگیره شمس بله دو امتیاز بالاخره شمس هم از این بازی گرفت و یک آیرون بای بعدی در بگیرین آماده باشین دو امتیاز تو داری چهار امتیاز هم باعث طرف نمایه میریم و آغازگر بازی میشه مورگیتون رو داشته باشین من گفتم شروع با شروع یعنی از صبر باید صبر تا که من نگفتم شروع نکنین نمایه آمادگی داشته باشین و حالا رسم شروع ببینیم که ای بار کدامش موفق هست باعث یا شم باعث
تعادل خود از دست میده. شمس چقدر خوب کار میکنه. در اوایل بسیار ضعیف بود ولی حالا خوب کار کرد. بله شمس امتیاز بعدی رو گرفت و همه چیز مساویانه جریان داره و همه چیز مساویانه. آمادگیتون رو داشته باشین. آخرین آیرون با هست. آخرین آیرون با. شانس آخرتون هست. طرف نمایه میریم. گوش آخرتون نکنین. طرف نمایه دوستا تشویق. آماده؟ تا که نگفته شروع نیست. حالا شروع دیگه. رسما شروع میشه. رسما شروع شمس منعی فون پشتی برای خیلی کرد کاملا. شمس میره که دو امتیاز بعدی رو هم برای تیمش بگیره و بله. کاملا خوان باید جانه. استاچی استاچی استاچی. کنه که استاچی این قسمت. بیا بیا جان بیا بیا حضرت جان شمس جان شمس جان اگر صبر وایز جان دو ایرون بای اولا خیلی بسادگی چسباندی ولی مشکل نگو جا شد که نتونستی تا آخر خرابی کدی. خب بخاطر از اینکه پای خلاش کرده بودیم جا پایش یکم سر او گوه شد از همین خاطر از همین خاطر دهی بازی دیگه امتیازشان تقریبا 6-4 شد درست؟ ولی بازم فرصت داری که در بازی‌های بعدی هم تیمیات خوب کار کنم. شمس جان خود اول بسیار ضعیف بودی. پس اون طریقش پیدا کردی چطور؟ من فکر می‌کردم که می جانب مقابل من ضعیف است. خب. اما در دو دفعه اولی خوب پیش رفت. خب. من دفاعی بازی می‌کردم نشد. این بار حمله کردم و دزم نزدون گفتنم اون پایمان پاره شده است. اما بازم بردیمش. دوستان عزیز باید اینا پای خلاش نکنن ولی بختیار خودشان چون میگفتن ما راحت احساس میکنیم میره کمی ما گفتیم برو پای خلاش کنین از اون خاطر پای هر دو یکشان پوست شده ولی حتما برشان یک چیز میتیم که پس پای یکشان جور شده صدقه پایتان شد هم تیمیهایتان که امتیاز گرفته. خب از این بازی تیم قدرت گرفته در مجموع 8 امتیاز و تیم حریف شده 6 امتیازی. تفاضل امتیازات خیلی نزدیک است. بازی سوم از این جذاب‌تر دنبال خواهد شد. پس میریم سوی یک وقفه خیلی کوتاه دوباره برمیگردیم با بازی سرعت. بیننده های عزیز اینجا استیج بزرگ برنامه تلاش اتک هست. مرحله اول بازی سوم بازی سرعت. اما قبل از او انصار های قدرتمند قله های پیشرفت را طی کردند. با اتک انرژی قله های پیشرفت را طی کنید. انرژی اتک مشت پر قدرت. خب وقتش باسم فرا رسید و یک بار دیگر باید با انرژی شوام. بازی ما کاملا تغییر کرده که بازی سرعت هست. ما دو اشتراک کننده از یک تیم داشته باشیم، دو اشتراک کننده هم از تیم دیگه. اشتراک کننده مجبور هست که بانگیره بالای سر شانه خود بگیره که دو دانه بشکه پر از عوض، کارش بسیار سخت است. و در بین صندوق هم یک دانه شماره ماندگی از 1 تا 5. یک شماره را بگیره در امون قسمت بچسبانه و یک بازی کاملا وطنی هست. هر شماره را که مثلا در اونجا میچسبانه فکر کنید که 2 امتیاز از آن خود میکنه. 5 شماره هست در کل 10 امتیاز. ما شما از این کارها خیلی زیاد کردیم، خصوصا کسایی که در سر کو زندگی میکنن بدون شک روزمره می کارشان است که از توسط بانگی او را انتقال میتن. صفی جان از تیم قدرت همکاری میکنه با طیب جان در سمت مقابل. زاکر جان کمک میکنه میوان جان را و میوان جان قرار است که انتقال بده آیرون بار اول ششتکایی بعد که میچسبونه باز از طرف میتونه که پاس سرکایی بیاد طرف آیرون بار. این گیم وقتی شما درست میتونین ترک کنین وقتی که عملا ببینین درست است. شما آماده هستین دوستای عزیز؟ پس یک تشویقه که بسیار خوبه بگیرین طرف نمایه میریم و آغازگر بازی میشیم. تا که نگفتیم شروع نکنیم. آمادگیتون داشته باشین. آمادگی داشته باش. طرف نمایه میریم و حالا رسما شروع شد. دیگه شروع. 14 دقیقه قید کردیم. 14 دقیقه هر دوی از این اشتراک کننده فرصت دارن تا اینکه آیرون باهایشون را انتقال بدن به حلقه بچسبانن و دو امتیاز از آن خود کنن. کارشون سخت است. چون قدم اول باید ششتکایی برن. ببینیم که طیب جان کاملا هنگ کرده تا بالا حرکت نکرده ولی در این سمت حرکت رقیبش میوند خیلی خوب هست. میره که آیرون بای اول را بچسبانه. آیرون بای اول هست و حالا چسبید. دو امتیاز گرفته شد در سمت مقابل برای تیم قدرت هم. بله دو امتیاز گرفته شد. حالا باید آیرون بای دوم را هم بچسبانه. به تخته بسیار سخت است و فیزیک خیلی قوی نیاز هست تا اینکه بتونی آیرون بار را بچسبانی و امتیاز را بگیری. قدرت بدنی فوق العاده زیاد کار دارد. 4 دقیقه بچه‌ها قید کردیم. تقریبا 3 دقیقه باقی مانده به ختم. حالا میوند آیرون بای دوم را میره که بند کنه. بله حالا شد.
میوان که تانست دوستان طیبم مساویانه پیش ببرند بازی را. بازی خیلی مساویانه و برابر را از سوی هر دو اشتراک کننده مشاهده میکنیم. ظاهرا خسته هم به نظر میرسه، باید بشینین و شروع کنیم. دقیقه حال ضایع شدن هست، باید از دقیقه تان از ثانیه تان استفاده کنین. باستم میبند میره به سمت حلقه بعدی، در اون سمت حریف سرسختش طیب هم میره که دو امتیاز بعدی را به نفع تیمش بیاره. هر دوش مساویانه هست. ببینیم که میبند چیکار خواهد کرد. زانش خطا میخوره، متاسفانه که از زانش رفت، ولی میتونه که بگیره با دست خود پرزدان خود برابر کنه و دوره بچسبانه. اون سمت کار طیب خیلی خوب هست و بله تانسته که دو امتیاز بعدی را هم بگیره. خیلی خوب، هر دوش بازم مساویانه کارشان را ادامه میتن. ببینیم که چقدر سخت است ایستاده شدن او هم با بشکه هایی که شما در تصویر مشاهده میکنین. پر از او هست و کنترل کردنش و انتقال دادنش کار سخت. او هم باید به شکل زمینی انتقال بده، یعنی شیشتکایی. دو دقیقه به خط باقی مانده، دوستا تشویق بگیرین. دو دقیقه برای ختم بازی سرعت. مساوی هست، هر دوش سه شماره را چسباندند بر هدف. هر دوش سه تا را چسباندند و دوستم طیب جان کاملا هنگ کرده و نمیفهمه که بعدی را چیگونه برای انتقال بده. چهارم را هم چسبان به افتخار میوان از تیم صافی. به نظر میرسه که استعفا داده دوستم طیب جان. بله، چهار تا را انتقال داد. میوان هنوز هم از قدرت خود استفاده کنه. طیب جان میتونی که دو امتیاز دیگه تا استفاده کنی، وقت زیاد داری، وقت زیاد هست، میتونی که دو تا دیگه را تکمیل کنی. ببینیم که میوان جان را که خیلی خوب کار میکنه میبره که دیگر هم امتیازش بگیره و ده امتیاز کامل را از بازی سرعت بگیره. کتگی و وزن زیاده طیب را ببینیم که کاملا هنگ کرده و این طرف کسی که وزنش واقعا خیلی کم است و قدرت بدنیش هم ضعیف به نظر میرسید. حالا که نه و تکمیل دقیقه باقی مانده، آخرین ثانیه ها هست. باید انتقال به تورام دو جا ببری، دو جا باید ببری. میوان جان فوق العاده کار میکنم میوان، یعنی اصلا تصور نمیشد. دوستای عزیز بازی به اتمام رسید و تیم صافی تانست که ده امتیاز کامل را در ظرف چهار دقیقه از آن خود کنه. بفرما میوان جان خودتم بیا و بیا طیب جان خودتم. طیب عزیز این قسمت استاد شوین. طیب عزیز خود چند کیلوگرم وزن داری؟ فقط یک سوال جواب بده. 95. 95. و میوان جان خودت؟ 65. 65. اصلا تصور نمیشد و قابل مقایسه نبود پیش از اینکه بازی آغاز شود که دو نفر البته طیب هنگ کنه گفتی یگان تا و میوان جان بتونه که ده امتیاز کامل را او هم پیش از اینکه 4 دقیقه تمام شود و از آن خود کنه. صفی جان، میوان جان میشه که سختی بازی بگویی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بازم دیگه اینجا ما فهمیدیم که کتگی مانی نداره، زیرکی و هوشیاری بهتر از همه چیز است. دیگه بازی طبعاً مشکلات خود داشت، دیگه سخت بازی دیگه سخت جانش بیچاره میالا میلرزه خیلی، ولی با آفرینش خیلی خوب کار کرد. تشکر، خیر بینی. و همچنان طیب جان مشکل در کجا بود؟ با این قدر وزن مگه ممکن است تو نتونی در 4 دقیقه انتقال بدی؟ والا از یک طرف می بانکی قیمت بانکی زیاد گرنگ بود، از یک طرف وزن خودم هم بلند بود، با سر پایم بسیار فشار آمد. آها، گیم کاملا وطنی بود. گاهی هم همچنین کار خود کرده بودی، تمرین داشتی؟ تمرین خونه اما در سابق می بردیم از این. می بردی؟ خودتا می بردی؟ خود طبعا دیگه اگر دوره سابق مثلا مشکلاتی بود حتما می بردی یا نه؟ نه خیلی فیلم خود تجربه نداشت. این تجربه نداشت ولی نتانست، اما خود خیلی خوب کار کردید. بازم تبریک باشه، ده امتیاز کامل از آن خود کردین. با خودتان هم شانس خوب می خواهیم در بازی چهارم. دوستای عزیز تیم قدرت داره 8 امتیاز و تیم حریفش اگر شما نکنم شد 14 امتیاز، چون 10 امتیاز کامل را از آن خود کرد. یک تیم 8 امتیازی هست و دیگر تیم 14 امتیازی. اما بازی چهارم سرنوشت ساز هست، چون که 15 امتیاز کامل داره. ممکن تیم قدرت بتونه که 15 امتیاز از آن خود کنه و مستقیما بره به بازی نقطه آخر. اما اینکه چه اتفاقات رو خواهد داد بعد از یک وقفه کوتاه حتما مشاهده میکنیم. همراه ما باشید، رفت و برگشت خیلی کوتاه. باسم شما خوبان را خوش آمدید بگم. برنامه تلاش هست، مرحله اول بازی چهارم، بازی عبور.
ببینیم که سرنوشت یک تیم در اینجا مشخص خواهد شد. کدام تیم میتونه که با کسب 15 امتیاز کامل بره به بازی نقطه آخر یا همو بازی یخبالک. قبل از اینکه حرفایی را داشته باشیم با دو اشتراک کننده، پارادایس نوشیدنی کاملا طبیعی همراه با تکه های از میوه. نوشیدن پارادایس تازگی و شادابی برمغان میاره. پارادایس زامن سلامتی شماست. خب شما دوست عزیز ما میخواین که بخورین؟ زبان بخی خوشکی کردیم ولی ببینید که بندم میمونه مرا بوانه که بینفع بخورم نوشی جان اجازه خواهد است ایشالا مفرما هر دوی شما دارین 14 امتیاز و باید تلاش کنین که 15 امتیاز کامل بگیرین که برین بخیر به گیم نقطه آخر. امیدوارم که صفی جان خودت موفق شوی 15 امتیاز کامل بگیری. امیدوارم که خودتون شکستش بیتی. هی کدام امیدواری ما به حقیقت تبدیل میشه پسان معلوم خواهد شد. طرف ما بگو. صفی جان. اجان. چه قامودهی گرفتی به این مسابقه؟ به نظرت گجا مثلا میتونه که یک تکنیک خاص داشته باشه که بتونی از اینجا عبور کنی؟ ضعف در اینجا در گجاست. اصلا خب ببخشین عبور. خواهش میکنم. اصلا خب کدام با آمادگی خاص نگرفتم. دیگه کدام ظفرم نمیبینیم. توکل به خدا دیگه تلاش خدا میکنیم ببینیم چی میشه. آمادگی نگرفتی؟ نخیر. چطور انتخابت کرده خیلی توی نامواده متمدی؟ حتما طرف قواره میسته که انتخاب میکنه سر اگر قیمی باش سر قواره که بیتون تو رو ما بوزی خوردیم آخری چیز نه تو نظر بوزی سیام. خب همراه زاکر جان از تیم صافه تو هم 14 امتیاز داری و باید تلاش کنی تو یکی در این بازی سرنوشت ساز 15 امتیاز کامل بگیرین و برین به بازی نقطه آخر. چه قماده ای گرفتی؟ آمادگی گرفتیم دیگه ببینیم چانس یاری میکنه نمیکنه ببینیم چی میشه. چه رقم آمادگی گرفتی؟ انشالله میشه کدام مشکل نمیبینیم دیگه. مثلا کدام سوره باید اینجا استفاده کنی که بتونی به راحتی از این عبور زمینی و وی بازی را بعد از رفتن نگین چون تکنیک نفع معرفه عارف ما نفع ما از خاطر باشه. صحیح است. باز بعد از این هم همراه شما عرفا را می داشته باشید. دوستای عزیز هر دو شرکت کننده آماده هستند تو یک بازی جذاب را در قسمت گیم عبور انجام بدن. این کدامشون 15 امتیاز کامل را میگیرن و میرن به مرحله بعد تا ثانیه های بعد مشخص خواهد شد. میریم به سوی نمایه و آغازگر بازی میباشیم. شما میتونید در جایتون تشریف ببرید. دوستان تشریف را فراموش نکنید. و همچنان میریم به سوی نمایه و رسما آغازگر این بازی سرنوشت ساز میشیم تا که ببینیم کدامش برنده خواهد بود. دوستان تشویق را بگیرین. حالا دیگه رسما آغاز شد بازی. بازی رسما آغاز میشه. بین هر دو اشتراک کننده زاکر عبور کرد به راحتی از همش ولی در اون سمت حریفشم که سیف الله هست چقدر ساده عبور میکنه میره که به زنگ پایانی دست خود بزنه. سیف الله ببینید که میتونه 15 امتیاز کامل را برای تیم خودت بیاره. سیف الله برنده شد. سلانجام ما برنده داشتیم و سیف الله گرفت 15 امتیاز. دوستان میتونین که ایره نجات شدیم. خب شما رفته میتونین؟ شما رفته میتونین؟ چی گفتی در گوشش برو؟ پس در جایتان استاد شویم در قسمت جایتان. اگر اشتباه نکنم در ظرف یک دقیقه تانست که سیف الله عبور را شکست بده و حریفم شکست داد 15 امتیاز کامل از آن خود که در ظرف 30 ثانیه یک ریکورد بسته کرد به افتخارش. حتی ما تیمایی را داشتیم که برنده نشدند در گیم عبور ولی سیف الله یک کار فوق العاده را انجام داد. سیف عزیز در قدم نخست باید تبریک باشه. چطور تونستی در ظرف 30 ثانیه کار انجام بدی؟ ایت کار نامنکن نیست. گپ به ورزش و به ورزش کردن نیست. به چاقی و لاغری نیست. فهمیدی؟ هر کس هر کار میتونه انجام بده. آره چون جنگ داری من خصوص جنگ بده. جنگ ندارم. اونو تو لنگلاش آمده این لنگلاش روان میکنه. تبریک باشه. زاکر عزیز. خود اول خیلی خوب شروع کردیم میتونستی که اینجا هم تکمیل کنی ولی مشکل در کجا بود؟ چون دمی آخر وقتی که رسیدم چسبا زیاد شد دیگه باز نشد. خب دوستان عزیز بازم تبریک میگم به تیم قدرت و ما خواهش میکنم که چک 5000 افغانی را برام بیار از زحل جان. به افتخار زحل عزیز. اینه پدرتون برنده شد. بیا اینجا ساز شو زحل. زحل جان اینجا ساز شو.
گیم بگیره بگی گیم پدرت خوشت آمد؟ بله. کجاش خوشت آمد؟ گلش. آماده ای گرفته بود پدرت؟ دیگه نی. همون توکلی بوده دیگه نی؟ آه. برتون پیسه میده ازی 5000؟ چی بخره برات؟ بگو پر چی بخره؟ ها؟ برازی من خنده بخره، البته در خانه بدقوری زیاد میکنی؟ از اون وقت خنده که برای من خلاص. بفرمایید، چکر بگیرین. خب بازم تبریک میگم به تیم قدرت که تونست به 5000 افغانی هم برسه و به بازی نقطه آخر راه پیدا کرد. به تیم صافه هم شانس خوب میخوام در عرصه زندگیشون و میریم مستقیما به گیم نقطه آخر که مطمئن هستم همتون منتظر هستین تا هر چی زودتر آغاز شه. یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم به بازی نقطه آخر. هموطنان عزیز، یک بار دیگر شما خوبان را خوش آمدید میگم. برنامه تلاش اتک هست و مرحله دوم بازی نقطه آخر، بازی که بین اعضای تیم برنده قدرت قرار است برگزار شود. تیم قدرت تیم صافی را با 29 امتیاز در مرحله اول شکست داد، ضمن از اینکه 5000 افغانی از آن خود کردن. حالا این 5 نفر آمدن تا دست خود یکی نه بلکه مخالف یکی دیگه هستن، چرا که ما یک برنده می داشته باشیم تا یکی ببینیم کدامش 10000 افغانی را بالای سر خواهد برد. تیمی که منسجم آمد و دست خود یکی کرد، حالا اینجا دیگه قرار است که بی‌اتفاقی بینشون صورت بگیره، چرا که ما فقط یک برنده می داشته باشیم. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را طی کردند. با انرژی اتک قله های پیشرفت را طی کنید. انرژی اتک مشت پرقدرت. خب برتون معرفی میکنم که کیها با کدام لباس قرار گرفتن و قرار است با هم رقابت کنند. با لباس سبز طیب جان هست سرتیمشان، با لباس سیاه هم ملا جان هست، با لباس سفید سیف الرحمن، با لباس زرد شمس و با لباس آبی هم ویس. این 5 نفر هستند که میخواهند 10000 افغانی را بالای سر ببرند، ولی تو 7 نیم دقیقه دیگه همه چیز مشخص میشه. خیلی شما را انتظار نمیمانم، میریم به سوی نمایه و رسما آغازگر بازی میشیم. خب 3 2 1 و حالا شروع میشه دیگه کارتون. 7 نیم دقیقه را آغاز میکنیم تا ببینیم از میان این 5 تیمی که خیلی خوب کار کردن تا اینکه به مرحله دوم رسیدن کدامش برنده خواهد شد. طیب با لباس سبز تلاش دارد تا اینکه خود برساند ولی ناموفق بود، تعادلش را از دست داد. با لباس سیاه ملا هم ناموفق کار کرد. حالا نوبت سیف است، با لباس سفیدی که بر تن داره با وزنش تقریبا 92 کیلو هست، میخواست بره اما در موه آغاز اجازهش نمیتد. طیب جان کارشون خیلی سخت است، چون انصافا هر 5 از اینا میخوان که یکی برنده شود ولی یک نفر میخوان خودشان باشه، از اون خاطر بی‌اتفاقی دمی آغاز دمیشه. بله امیدوار هستیم که یک برنده داشته باشه. با لباس آبی وایس میخواست بالا بره ولی تعادلش را از دست داد و نتونست که مرحله اول این زینه را پشت سر بگذاره. تقریبا 27 بطی زینه هست، موادای لغزنده هم خیلی زیاد هست و کارشون را سخت کردن. در سمت دیگر یکی دیگر خشت میکنن و اجازه نمیتن و همین باعث میشه تا نتونن به آسانی بچه که 10000 افغانی برسن. با لباس آبی وایس تلاشش ناموفق بود، تعادلش را از دست میده. طیب جان سرتیم که با لباس سبز حضور داره وزنش تقریبا 95 کیلوگرم هست، میبینیم که میتونه او 10000 افغانی را از آن خود کنه و هم خیر. وایس خیلی سبک هست و با سادگی میخواست مرحله اول این زینه را به سر بگذاره ولی ناموفق کار کرد و تعادلش از دست میده. بیشتر از 5 دقیقه و 50 ثانیه به ختم این بازی وقت باقی مانده، وقت خیلی زیادی هست و تلاش ها هم جریان داره از سوی هر 5 اعضای تیم قدرت. حالا طیبه که اصلا سیف اجازه نمیده تا اینکه 2 یا 3 پتی اول را به سر بگذاره. بالا واسه آبی وایس میگه که برسه ولی نمیتونه چون که مواد لغزنده اجازه کار را نداد. با لباس سیاه ملا جان که ناموفق بود و دمی هم که انداخته بود کار نکرد و تعادلش را از دست میده. یک بار دیگر وایس با لباس آبی خیلی چابک و زیرک هست. وایس میره که خرمد ازار بیستید کنه ولی تعادلش را او هم از دست داد و لخشید. با لباس سیاه ملا جان ناموفق هست. با لباس سفید هم سعید میره که به 10000 خواهن ایستی کنم و سر را پیدا کنم. میگه سر است که در گره است ولی تا به حال اینا نه سر را پیدا کن گره. و
تلاش میکنن تا هرچی زودتر طریقه رسیدن به 10,000 افغانی پیدا شود و اینکه میشه که 10,000 را از آن خود کنند. در این شرایط 10,000 افغانی هم پول کم نیست و هر کسی که شکر بالای سر ببرد 10,000 تقدیم او خواهد شد. هر چهارشان در همی اوائل باید که دیگر جنجال دارند و اجازه نمیدن. بایست باز هم تلاش میکنم خدا به 10,000 برسانه. بایست که کار سخت است. فیزیک بود که سعی به هم افکار بسازد. دوستا تشویق کنید. تو اینکه این 5 نفر روحیه بگیرد و خدا به 10,000 افغانی نزدیکتر بسازد. تقریبا 4 دقیقه به ختم بازی وقت باقی مانده. 4 دقیقه برای رسیدن و 10,000 افغانی وقت خیلی زیاده هست. هنوز هم فرصت دارن تا و 10,000 افغانی برن. نگار دیگر بالباس زرد شمس داده 16 میتر. بالباس آبی نفر بنامه بکس. بسیار عالی کار میکنه ولی نمیتونه که نیمی اول ای پدههای زینه رو و درستی پشت سر بذاره. یک بار دیگر طیب سردین تلاش میکنه که خودش یک کار رو انجام بده اما از دست که وزنش زیاد است هیچ نمیتونه که 4-5 بتر رو به خوبی سپری کنه. بازم بکس بایس بود به این بالو کشه. بایس کسی است که به خاطر گرفتن 10,000 افغانی آمده بایس اما ناموفق است. هر قراری که تلاش میکنه مواد لغزنده شرطتر میشه دست و پایش و تعادلش از دست میره. یک بار دیگر سعی تعادلش از دست با لباس سبز طیب میره که خدا به 10,000 برسونه ولی من نمیدانم که کی صدا میکنه. کسی را صدا داره که او را کمک کنه تا به 10,000 برسه. تعادلش از دست داد با لباس آبی. یک بار دیگر بایس بایس کسی است که میدونه به 10,000 برسه. خیلی بزرگ میکنه بایس من های فرم منتظر چی هست و چی کار را داره انجام بیتم. بایس را هم در تصویر میبینیم خیلی خونسرد و با اعتماد به نفس بالا حرکت میکنه. بایس میره که خونه به 10,000 برسه. همراه خود طیب را هم خانه خراب ساخته بود. 2 دقیقه و 25 ثانیه به ختم این بازی وقت باقی مانده. به نظر میرسه که باز هم برنده در بازی نقطه آخر نخواهیم داشت و قرار است که 10,000 افغانی در برنامه تلاش و در تلویزیون طلوع بابرجا باقی بمانه. ببینید که سرانجام هفته های بعدی کدام تیم اشتراک میکنه و کدام تیم میتونه که بعد از چندین هفته ناکامی این 10,000 را برای سر ببرن. حالا 2 دقیقه به ختم بازی وقت باقی مانده. 2 دقیقه هم وقت زیادی هست. بایس کوششای نهایی خود را انجام میده ولی ناموفق است. سیف و طیب که اصلا بالاشون حساب نمیشه چرا که وزنشون زیاد هست. کسایی میتونن که شانس زیادتر داشته باشن که وزن کم و خیلی چالاک و تیز باشه مثل ملاجان و شمس و وایس. با سنوبت وایس است. وایس میره که 10,000 را بگیره. آخرین کوشش خود را انجام میده وایس. همچنان شمس هم بود که شمس عادلش از دست داد. نوبت سیف هست با لباس سفید و تنهایی میخواه که به 10,000 خود برسانه ولی ناموفق کار کرد. نوبت طیب هست. طیب اصلا نمیفهمه که چی کنه تا اینکه این بله ها را بسادگی پشت صد بگذارم و به 10,000 افغانی خدا برسانه. یک بار دیگر بس. 1 دقیقه وقت باقی مانده. 1 دقیقه نفسگیر و حساس برای تیم قدرت. باید از قدرت خود استفاده کنن و در این کمتر از 1 دقیقه 10,000 را از آن خود کنن. تنها امیدشان همین بایس هست. بایسی که نباید خطا انجام بده و باید با خود به طور قانونی بعد 10,000 برسونه. بله بایس خیلی خدا نزدیک ساخت. بایس میتونه که 10,000 را بگیره. موادم نیست و حالا موادم اضافه شد. بایس به 10,000 رسید. کارش ناوخلاده هست. بایس و چی شد؟ چی شد؟ همه امید تیم قدرت از بین رفت لخشیدنه که وایس انجام داد. چیز نمانه بود بعد 10,000 افغانی که وایس بگیره. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 و تمام.
بازی تمام شد ولی متاسفانه که ما برنده ای را نداشتیم. لحظات برتر را با هم یک جا تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم. دوستان عزیز، باز هم شما خوبان را خوش آمدید میگم. قسمی که دیدین نمیتونم که به سادگی نفس بکشم، چون از اینجا دیدن پایین بسیار سخت است و بسیار سختی ما بالا شدیم، با یکی از بغلا کمک گرفتیم. دیگه در پولی من ملا جان هست که مرا دم میبرده، این طرف هم نام خود چی بود؟ وایز جان است. هر دیم آمدیم که اگر رقابت بسیار جالب برتان انجام بتیم، پیشکا میزنیم از اینجا کی زود میتونه که خود به پایان برسونه. اول پیش از اون حرفایی را میداشته باشیم با وایز جان. وایز جان، در باری سختی بازی بگو که چه قصق بود، چرا نتونستی که 10000 بگیری؟ خیلی خوبم کار کردی. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم. زیاد خسته شدیم فروتن جان، در اینجا برآمدن خودت هم نفس کوتاهی. خب بازی بسیار سخت است، خب اما میشه که آدم کوشش کنه میشه. خب تایم هم کم از آدم خستان میشه، از اینجا تا پایین اکسایی میکنی پایین منزل میایه. و میالا مرا بیم گرفته که من چه قسم از اینجا پایین شم، من میم شاید کام هلیکوپتر مرا پایین کنه. خود هلیکوپتر باید جو شوی پایین بری. واقعا دیخی بیم گرفته، یک قسم استرس دارم. انشالله میشه، ما که تانستم مخویدیم تو بیخی میتونی. خب ملا جان دم انداختی؟ سلام به خودت فروتن صاحب. خب بازی خود چی هست؟ ثقیل هست اما دیگه ما تلاش خود کم نشد به 10000 برسیم. حال عزیزم دیگه توکل به خدا پایین میشه. یعنی میگی میشه؟ آه مقصد مرا غرض نگیرین، چون من تجربه ندارم، برنامه دیگه ما مونده. دیگه دوستان شما هم تشویق کنیم ببینیم کدام ما پیش میشیم. آماده هستین اردوتان؟ آماده؟ یک شروع کنیم. شروع خب؟ فنزی کنیم. تا 3-2-1 رسما بازی آغاز میشه. تا 3-2 باشه. یک برو شروع. خب دوستای عزیز، ما مکم زر چالاک هست و من خب ساده نیستیم که اینجا خب لخصانم اونجا یارم این رقمی یک چی میگن یک چال دادم یا رفتن، من با داستاسا پایین بشم. امیدوارم از داشتای برنامه و لذت برده باشین. اگه میگه خب پردم خب همه پردم یا توکل به خدا. مادر جان مقصد برد میگم زیاد دوست دارم، اگه باید چیزی شد دیگه ببخشی اقای مره. بسم الله گفتم میریم. تا برنامه بعد شما را به خداوند یک تام سپارم. خدا افگارم شدی؟